اپنی مشکلات فعلی ناشی از ضعف مدیریت بوده. نوروزی جناب آقای سودیف بدری جناب آقای شادمهر در یک سالی که شما وزیر شدی سفره‌های مردم از مرز کوچک شدن به مرحله نامرئی شدن رسیده است. قدرت خرید مردم را 50% حداقل کاهش دادید. مردم فقیر را فقیرتر کردید. به سر می‌برم اعتراض نکردی. مگر ما در جنگ اقتصادی به سر نمی‌بریم؟ الان که در شهریور هستیم بالای 19% گذشته و پیش بینی میشه تا آخر سال به نزدیک 40% برسه. عزیزان من، ما چه کار کردیم با این ملت؟ این ملت چه گناهی کردن این ملت جز اینکه انقلاب کردن؟ دشمن تمام سنگرها و خاکریزهای اقتصادی و اجتماعی را از بازار گرفته تا صنعت، تجارت و فضای مجازی مورد هدف قرار داده است. آمریکا در تلاش است با تحریم سیستم بانکی ایران عملاً شریان‌های اقتصادی کشور را مسدود کند تا بدین وسیله مردم را تحت فشار قرار داده و در نتیجه ناآرامی‌ها را افزایش دهد و دولت و نظام را با مشکل روبرو سازد. باور کنیم که وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی شده ایم. اقتصادی دولت است. جناب آقای وزیر، جناب عالی عضو کمیسیون صندوق ها برای شما رو شما من خیلی بعید میدونم که اشخاص تاثیرگذار باشن، یکی دو نفر وزیر یا رئیس بانک مرکزی یا چند نفر دیگه بخوان این اقتصاد رو درست بکنن. مشکل خیلی پیچیده تر از این هست، هرچند که تصمیمات اشتباه برخی از این مسئولین هم اوضاع رو پیچیده تر کرده، ولی من فکر میکنم بیشتر یه بازیه که ما مردم دلخوش بشیم به اینکه یه شوک به جامعه وارد شه، وزیر اقتصاد عوض شده، دل ببندید به اینکه دلار میاد پایین. کسی از آمریکا یا اسرائیل یا هر کشور دیگه نیومده این کارو بکنه. ما خودمون کردیم، پس خودمونم باید بپذیریم و متاسفانه نمیپذیرن آقایونی که در صدر این مسئله هستن.